در سال 1805 میلادی یه مهندس سوئیسی به نام هنری میلاردت یه اتوماتون یا یادمک ماشینی ساخت که میتونست 4 تا تصویر بکشه و 3 تا شعر بنویسه. این آدمک ماشینی در حال حاضر در یه موزه‌ای در فیلادلفیای پنسیلوانیا نگهداری میشه. اما این آدمک ماشینی تنها اتوماتون یا تنها آدمک ماشینی نیست که ساخته شده. اونها قرن هاست که وجود دارند. در واقع اونها چیزی نیستند به جز یه سری ساعت مکانیکی و انسان نمایی که از اجزایی چون فنر و چرخدنده و اهرم ساخته شدند. مدل‌های امروزی اتوماتون‌ها شامل خودروهای بدون راننده، ربات‌ها، پهپادها و سایر ماشین‌های الکترونیکی پیشرفته‌ای میشه که طوری برنامه‌ریزی شدن که با حسگرهاشون ببینند و بر اساس برنامه‌ای که بهشون دادن به محیط عکس‌العمل نشون بدن. حتی بعضی از اونها بر اساس برنامه‌ریزی‌های به خصوص مربوط به یادگیری ماشین میتونن تصمیم هم بگیرن. بر این اساس آیا میشه گفت که اتوماتون‌ها خودآگاهی و اراده آزاد دارن؟ خب از جانب تقلیلگراها، یعنی اون آدم هایی که نظرشون اینه که میشه با تقلیل و به ساده ترین جزئیات رسوندن ایده ها و مسائل پیچیده همه چیز رو توضیح داد، ادعاهایی ارائه شده که میگن ما آدم ها چندان فرقی با اتوماتون ها و آدمک های ماشینی یا ماشین های الکترونیکی پیشرفته نداریم. به عبارت دیگه اونها بر این باورن که ما آدم ها هم یه نسخه پیچیده و خبره از ماشین های خودرانی هستیم که میتونن تصمیم گیری کنن. یعنی اون تقلیلگراها میگن ما آدم ها از یه سری جزئیات فیزیکی به وجود اومدیم. یعنی ساده ترین بخش های وجودی ما رو یه سری اتم های فیزیکی تشکیل دادن که اون اتم ها بر اساس قوانین مشخص و تغییر ناپذیر فیزیکی رفتار میکنن و در نتیجه رفتار متقابل اون اتم ها و قوانین فیزیکیه که رفتارهای ما آدم ها شکل میگیرن. به عبارت دیگه این خودآگاهی که ما در خودمون میشناسیم همونقدر در نتیجه رفتار اتم ها و قوانین تغییر ناپذیر فیزیکی شکل گرفته و مسئول عمل کرده ماست که یادمک ماشینی در نتیجه تأثیرات متقابل اهرم ها و چرخ دنده ها و برنامه های یادگیری ماشین رفتاری ازش سر میزنه. و همه اینها، یعنی شاید اون چیزی که ما به عنوان اراده آزاد میشناسیم واقعا وجود نداشته باشه، چرا که دنیا و طبیعت بر روی پایه‌های ریاضی و قوانین غیر قابل تغییر فیزیکی بنا شده و همه ما آدم‌ها به عنوان جزئی از دنیا در جزئی ترین سطح وجودمون با یه سری از قوانین ریاضی و فیزیک محدود شدیم. کل دنیای ما یه جور ساعت پیچیده است و اهرم‌ها و چرخ‌دنده‌های اون قوانین فیزیک هستند. ما هم بخشی از همین دنیاییم و اونچه که در ذهن ما به عنوان خود آگاهی موجودیت پیدا کرده در نتیجه قوانین فیزیکی و 2 تا 4 تاهای اجتناب ناپذیر ریاضیه. ولی از اونجایی که ما ماشین‌های خیلی پیچیده‌ای هستیم، گزینه‌های قابل انتخاب ما بیشتر از هر ماشین خودکار دیگه‌ایه. واسه همین ما کم کم با ایده خودآگاهی به این نتیجه رسیدیم که در ما اراده آزاد وجود داره. یعنی وجود گزینه‌های انتخابی بیشتر در ما این توهم رو ایجاد کرده که ما میتونیم مسیر اجتناب ناپذیر سرنوشتمون رو تغییر بدیم. نظر شما چیه؟ نکنه حق با تقلیلگراها باشه. یعنی نکنه ما فقط یه سری ماشین خودکار پیچیده باشیم که گزینه‌های قابل انتخاب بیشتری در مقابلمون داریم و این گزینه‌های انتخابی بیشتر توهم داشتن اراده آزاد رو در ما ایجاد کرده باشه. در جواب به این سوال یه سری ها میگن پس مکانیک کوانتوم چی؟ در مکانیک کوانتوم انتخاب قطعی مطرح نیست. اونجا اصل عدم قطعیت وجود داره. اصل عدم قطعیت هم میگه در سطح کوانتومی هیچ چیزی قطعی و 100% و اجتناب ناپذیر نیست. یعنی رفتار ذرات کوانتومی به شکل قطعی و 100% مشخص یا قابل پیش بینی نیست.
اونجا قانون قانون احتمالاته و ما تا زمانی که برای تعیین رفتار ذرات دست به آزمایش و اندازه‌گیری نزنیم و در سیستم رفتاری اون ذرات دخالت نکنیم، همه احتمالات اتفاق روی میزه. یعنی تا وقتی که ما دست به مشاهده و آزمایش نزنیم، همواره با احتمال رخ دادن یه سری احتمالات و نتایج به خصوصشون مواجهیم. بنابراین آیا وجود اصل عدم قطعیت در قوانین طبیعت به این معنی نیست که ما حداقل تا یه اندازه‌ای اراده آزاد داریم؟ خب این سوال موجهیه و دانشمندان زیادی از جمله راجر پنروز در جهت پاسخ به این سوال تلاش‌های زیادی کردند. تلاش‌هایی که نشون بدن آیا ارتباطی بین خودآگاهی ما و فیزیک کوانتوم وجود داره که باعث بشه ما به این نتیجه برسیم که اراده آزاد داریم؟ در این زمینه چطور میشه حقیقت رو فهمید؟ خب شاید بشه با بررسی شواهد و مدارکی که از دو دیدگاه مخالف هم ارائه میشه، یعنی با بررسی دیدگاه معتقدین به اراده آزاد و دیدگاه غیر معتقدین به اراده آزاد، تا حدی به حقیقت نزدیک شد. اول میریم سراغ تقلیل گراها. کلن تقلیل گرایی ایده‌ایه که میگه هر سیستم پیچیده‌ای از در کنار هم قرار گرفتن یه سری جزئیات ساده و اساسی به وجود اومده. مثلا از دیدگاه یه تقلیل گرای ماده گرا، این خودآگاهی پیچیده‌ای که ما در ذهنمون از خودمون میشناسیم چیزی نیست جز یه سری فعل و انفعالات و کنش و واکنش‌های شیمیایی و الکتریکی که در مغز اتفاق میفته. حرف یه ماده گرا اینه که شرایط ماده و انرژی و قوانین فیزیک هستن که تعیین میکنن که هر اتفاقی چطور رخ بده. اساساً در هسته مرکزی هر ادراکی از هر چیز پیچیده‌ای ماده، انرژی و فیزیک نشسته و به جز اینها هیچ چیز دیگه‌ای موجودیت نداره. حالا دیدگاه مخالف یه تقلیل گرای ماده گرا چی میگه؟ منظورم دیدگاهیه که بر پایه مشاهدات عملی و نظری باشه. این دیدگاه میگه اگه قرار باشه انسان رو فقط با عنوان مجموعه ای از کنش و واکنش های ماده و انرژی حساب کنیم، اون وقت فرق یه انسان زنده با همون انسان بلافاصله بعد از مرگش چیه؟ همه ی ماده و انرژی که اون انسان رو ساخته دقیقاً قبل و بعد از مرگش مثل هم بوده و تغییری که نداشته. به نظر میرسه حداقل یه دونه تفاوت بین اونها وجود داره، اونم وجود داشتن یا از بین رفتن خود آگاهیشونه. خب ما قبلاً در ویدیوی رنه دکارت و عقل گرایی در مورد نظرات رنه دکارت صحبت کردیم. رنه دکارت در سال 1641 میلادی ایده وجود یه جور دیو بدذات یا یه نابغه شیطانی در درون آدم‌ها رو ارائه داد. یعنی اومد گفت نکنه واقعاً یه شیطونی وجود داره که خیلی در حیله‌گری نابغه است و دائما داره تمام تلاشش رو میکنه که منو فریب بده. یه شیطونی که قدرت ذهن و تفکر من رو به دست گرفته و برای من یه جور رویا یا یه جور توهم در درک چگونگی واقعیات ایجاد کرده. در حالی که ممکنه واقعاً اونچه که من از واقعیت احساس و ادراک میکنم وجود نداشته باشه. سوالی که دکارت از خودش کرد این بود که نکنه من چشم و گوش و حواس دیگه و حتی پوست و گوشت نداشته باشم و فقط فکر میکنم که اونها رو دارم. نکنه نه تنها واقعیت بلکه شاید همه اون تصمیم هایی که من فکر میکنم دارم میگیرم در نتیجه حقه و حیله‌گری اون شیطونه توی مغزم باشه. اونچه که دکارت میگه یه چیزیه تو مایه های فیلم ماتریکس. اما جدن آیا ممکنه که همه ما در یه همچین شرایطی باشیم؟ اصلا راهی برای اینکه واقعیت رو بفهمیم وجود داره؟ دکارت به این نتیجه رسید که یه چیزی هست که حتی اون شیطونه نمیتونه در موردش به من توهم بده. اونم احساس وجود داشتن منه. چرا که اگه من واقعا وجود نداشته باشم، بالاخره اون شیطونه باید توهم وجود داشتن رو در من ایجاد کرده باشه دیگه.
و برای داشتن چنین توهمی من حتما باید بتونم فکر کنم. و اینجا بود که دکارت به گفته معروف خودش رسید. من فکر میکنم پس هستم و وجود دارم. من ذهن دارم چون میتونم فکر کنم. یعنی اگه همه ی حواس من و هر چیز دیگهی که توی دنیاست توهم من باشه، اینکه من ذهن دارم و فکر میکنم و توهم میزنم واقعیته. بعد به دنبال این افکار رنه دکارت به این نتیجه رسید که از اونجایی که ذهن من نمیتونه در مورد وجود داشتن من دچار توهم بشه ولی بقیه قسمت‌های حسی بدنم میتونن دچار اشتباه بشن، پس ذهن من باید یه چیزی جدا از بدنم باشه. و این ایده دوگانگی جسم و روح گاهی برای تایید وجود اراده آزاد استفاده میشه. به این شکل که اگه ذهن یه چیزی جدا از بدن باشه، یعنی فیزیکی نیست و قوانین فیزیک بر رفتار ذهن حاکم نیست، پس انتخابهایی که آدم با این ذهن غیر فیزیکی میکنه رفتارهای اجتناب ناپذیر نیست و مسئولیتشون کاملا متوجه خود آدمه و نتیجه این منطق هم اینه که انسان اراده آزاد داره. خب با توجه به این ایده، وجود خودآگاهی بدون قدرت انتخاب همون چیزیه که در ماشین‌های خودکار اتوماتون هست، ولی اونچه که ذهن ما آدم‌ها رو میتونه به خصوص و ویژه کرده و از ذهن یه اتوماتون جدا کنه وجود اراده آزاده. بنابراین هر علمی که بتونه نشون بده اراده آزاد چجوری به وجود میاد مهمه که بهش پرداخته بشه و فهمیده بشه. بنابراین حواستون باشه که در ادامه این بحث من گاهی اراده آزاد و خودآگاهی رو در یک معنا به کار میبرم، چون از نظر خیلی از ماها اراده آزاد یه جنبه اصلی از خودآگاهیه و ما دائما سعی داریم بگیم وجود خودآگاهی مساوی با وجود اراده آزاده و کلن خودآگاهی شکل گرفته تا اراده آزاد و قدرت انتخاب وجود داشته باشه. به نظر میاد خودآگاهی از سه طریق میتونه وجود داشته باشه. یکی از اونها از طریق دوگانه بودن جسم و روح در منطق دکارته. یعنی ما بیایم قبول کنیم که خودآگاهی یه موضوع ذهنیه. ذهن هم یه موضوع غیر فیزیکیه و قوانین فیزیک روی ذهن تأثیری نداره. بنابراین خودآگاهی یه موجودیت غیر فیزیکی و احتمالاً ابدی و فناناپذیره. درست به همون ترتیبی که خودآگاهی در خیلی از ادیان و اعتقادات روحانی و معنوی با عنوان روح شناخته و در نظر گرفته میشه. روحی که اراده آزاد داره. اما اگه جریان از این قراره، معنیش این نیست که این روح یا همون خودآگاهی موجودیتی فراطبیعیه، یعنی موجودیتی خارج و ماورای جهان طبیعت. به هر حال اگه مادی و طبیعی بود، تحت کنترل قوانین طبیعت هم بود. اما حالا که مادی و طبیعی نیست، یعنی غیر طبیعی و مبهمه. و سوالی که پیش میاد اینه که از یه موجودیتی مبهم و غیر طبیعی چطور میشه اراده آزاد رو تعریف کرد؟ خب بریم سراغ دومین راهی که از اون طریق میتونه خودآگاهی وجود داشته باشه. منظورم دیدگاه مادی گرایانه است. در این دیدگاه خودآگاهی یه جور هویت مادی و فیزیکی نیست، اما نتیجه مستقیم یه سری عوامل مادی و فیزیکیه. یعنی در نتیجه یه سری انفعالات شیمیایی و فیزیکی در مغز میتونه یه جور ویژگی نوظهور در ما ایجاد بشه، ویژگی جدیدی که ما بهش میگیم اراده آزاد. در این دیدگاه خودآگاهی در خارج از مغز یا در خارج از جهان طبیعت رخ نمیده، اما در این خودآگاهی شکل گرفته نمیشه اراده آزاد رو دید. خب از این گزینه هم که بگذریم، یه گزینه سومی هم وجود داره. اونم اینه که خودآگاهی یه موجودیتی ناشی از فرایندها و کنش و واکنش‌های فیزیکی به خصوص هست، اما هنوز به طور کامل هم درک نشده. این سومین گزینه ربطی به دوگانگی جسم و روحی که دکارت ارائه داد نداره و نمیگه که خودآگاهی ماهیتی غیر طبیعی و مبهم داره، بلکه اساساً حرفش اینه که خودآگاهی اونقدر موجودیت منحصر به فردیه که فعلاً با اون اطلاعاتی که ما از دنیا داریم و با اون فرایندهایی که تا حالا شناختیم قابل توضیح نیست.
البته اینطوری هم نیست که در نهایت توضیح علمی نداشته باشه. یعنی در نهایت باید از لحاظ علمی توضیح قابل قبولی داشته باشه. توضیحی که فعلا ما نمیدونیم چیه و باید به دنبال کشفش باشیم. راجر پنروز از جمله کسانی بود که با سومین گزینه موافق بود. اون با یه متخصص بیهوشی به نام استوارت همروف همکار شد تا در زمینه یه جور ارتباط بین عملکرد مغز و قوانین مکانیک کوانتوم مطالعه کنند. مطالعاتی که نشون میدند جنبه هایی از مغز هستند که کارشون رو بر اساس انتخاب انجام میدن، نه بر اساس اجبار عوامل و کنش و واکنش های فیزیکی. ساختارهای ظریفی به نام میکروتوبیول یا ریزلوله در مغز وجود داره. این ساختارها از پروتئینی به نام توبولین ساخته شدن. کار توبولین ها اینه که به انتقال دهنده های عصبی نورون های سلول های مغزی کمک کنند. پنروز و همروف در ضمن مطالعاتشون نشون دادند توبولین ها در حین فسفوریلاسیون، یعنی در حین ملحق شدن یک گروه فسفور بهشون، با دو احتمال تغییر حالت مواجهند. بنابراین پنروز و همروف فرض رو بر این گذاشتن که اون دو احتمال درست مثل اون دو احتمالیه که در مکانیک کوانتوم گربه شرودینگر درون جعبه باهاش مواجهه. اگر چنین فرضی درست باشه، یعنی رفتار هر مولکول توبولین رو میشه مثل رفتار یک کیوبیت یا مثل رفتار یه ذره کوانتومی در نظر گرفت. ذره کوانتومی که در حالت سوپرپوزیشن قرار داره، یعنی در یه لحظه احتمال وجودش در چند حالت یا در چند جای مختلف هست. بنابراین این میکروتوبیول ها میتونن به عنوان دستگاه های محاسباتی مسئول حافظه عمل کنن و خودآگاهی میتونه نتیجه فروپاشی تابع موج کوانتومی این توبولین ها باشه. یعنی مثلا سوپرپوزیشن هر دو احتمال اتفاقی که در نتیجه فسفوریلاسیون توبولین ها وجود داشت با فروپاشی تابع موج کوانتومی اونها نتیجه ای رو حاصل میکنه که قبل از فروپاشی کوانتومی قابل پیشبینی نبود. و پنروز و همروف هم نتیجه گرفتن که اگر این فرضیه درست باشه، ریشه ی اراده آزاد هم میتونه همین فروپاشی تابع موج کوانتوم باشه. موضوع اینه که راجر پنروز یکی از فیزیکدانهای بزرگه و همچنان در بین ما داره زندگی میکنه و به راحتی نمیشه فرضیه اون رو رد کرد. اما از طرف دیگه هیبت این فیزیکدان بزرگ باعث نشده که دانشمندان دیگه نیان و فرضیه که اون ارائه کرده رو مطالعه کرده و با دقت بررسیش کنن. مثلا مکس تگمارک فیزیکدان برجسته MIT اومد این فرضیه رو با دقت زیادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد و در نهایت به این نتیجه رسید که مغز برای یه همچین تأثیرات کوانتومی ظریفی زیادی خیس و گرمه. اجازه بدید یکم بیشتر توضیح بدم. حفظ حالت برهمنهی یا همون حالت سوپرپوزیشن کوانتومی بسیار دشواره و در سیستم هایی میتونه رخ بده که حالت انزوا داشته باشن. یعنی نباید این برهمنهی تحت تاثیر چیزهایی مثل اتم های دیگه یا سیالات و ساختارهای مختلف مغز قرار بگیره. چرا که در مکانیک کوانتوم یه سیستم کوانتومی همیشه با محیط اطرافش در هم تنیده میشه و این ناهمدوستی و اختلاف فاز در اونهاست که باعث میشه دیگه در حالت برهمنهی و سوپرپوزیشن نباشن. برای اینکه این مطالبی که الان خدمتتون عرض میکنم رو بهتر متوجه بشید، توصیه میکنم که یه سر بزنید به ویدیوی تفسیر کوپنهاگی و تفسیر جهانهای موازی از مکانیک کوانتوم. چرا که قبلا ما در اون ویدیو در مورد فروپاشی امواج کوانتومی، تابع موج کوانتوم، ذرات کوانتومی، اصل عدم قطعیت و همینطور ناهمدوستی کوانتومی بیشتر صحبت کردیم. به هر حال کاری که مکس تگمارک کرد این بود که با معادلات ریاضی نشون داد همه ی حالتهای سوپرپوزیشن میکروتوبولین ها در عرض 10 به توان منفی 13 ثانیه دچار تغییر فاز و ناهمدوستی میشن. این مدت زمان خیلی 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 کوتاهه. در واقع این مدت زمان 10 برابر سریعتر از مدت زمانیه که هر فرایند شناخته شده یه مغزی رخ میده. رو این حساب چنین تأثیر کوانتومی سریعی در عملکرد مغز ما
نمیتونه نشونه ای از انتخاب ما و اراده آزادمون باشه. تا حالا پنروز و همه روف به دلیل ایرادات مختلفی که به فرضیهشون وارد شده بارها و بارها این فرضیه رو اصلاح کردند، اما همچنان در مورد این فرضیه بحث و جدل‌های زیادی وجود داره و تقریبا عموم فیزیکدان‌ها این فرضیه رو نپذیرفتن. شاید بد نباشه این رو هم بگم که اسم این نظریه هست Orchestrated Objective Reduction یا نظریه ارک OR که میشه ترجمهش کرد تقلیل عینی هماهنگ. فقط هم مکس تگمارک نبود که فرضیه پنروز و همروف رو رد کرد. متیو فیشر، فیزیکدان نظری و استاد دانشگاه کالیفرنیا هم با این معادلات ریاضی نشون داد که دمای مورد نیاز برای حفظ سوپرپوزیشن بر اساس فرکانس شلیک عصبی حدود 10^-7 کلوینه. یعنی برای حفظ سوپرپوزیشن دمای بسیار سردتر از دمای بدن که اندازش در حدود 310 کلوین یا 36.5 درجه سانتیگراده نیازه. بنابر این محاسبات دقیقاً نمیشه فرایندهای مغزی رو با اونچه که در سطح کوانتوم رخ میده مقایسه کنیم، چرا که مغز خیلی خیس و خیلی گرم تر از اونیه که در اون بشه عملکردهای کوانتومی رو توضیح داد. خب اجازه بدید اینو هم بگم که لطفاً لایک، شیر، سابسکرایب و کامنت یادتون بمونه. ضمناً لطفاً این زنگوله رو هم فعال کنید. البته پروفسور فیشر یه روزنه ای در این فرضیه پیدا کرد و بر اساس اون روزنه اومد یه تئوری دیگه ای رو ارائه داد که میگه احتمالاً در هسته ی اتم میشه سوپرپوزیشن کوانتومی رو حفظ کرد. من الان یه کوچولو در مورد این تئوری توضیح میدم، اما قبل از اون اجازه بدید پیشنهاد کنم برای درک بهتر اونچه که من میگم یه سر به ویدیوی چگونگی پیدایش خاصیت آهنربایی بزنید. خب برگردیم به نظریه فیشر. بعضی از اتم‌ها یه ویژگی با عنوان چرخش هسته‌ای دارن، یعنی اونها آهنرباهای کوچکی هستن که قطب‌هاشون همجهتن. بعد یه سری واکنش‌های شیمیایی به خصوص میتونن یه مدل چرخش هسته‌ای رو در اتم‌ها ایجاد کنن که در اون چرخش یه هسته وابسته به چرخش هسته دیگه باشه، یعنی اون دو تا هسته اتم به صورت درهم تنیده عمل کنند. حالا از اونجایی که هسته های اتم کلن در وسط اتم ها منزوی هستند، همبستگی و درهم تنیدگی هسته های اتم برای مدت طولانی تری حفظ میشه. فیشر تونست اتمی رو توی مغز پیدا کنه که میتونه کاندیدای ایدئالی برای درهم تنیدگی چرخش هسته ای باشه و اون اتم، اتم فسفره. فیشر در تست های آزمایشگاهی متوجه شد که زمان ناهمدوسی و تغییر فاز کوانتومی فسفر حدود 1 ثانیه است و 1 ثانیه برای تأثیر این پدیده بر پردازش های مغزی کفایت میکنه. ما میدونیم که مولکول های ATP یا آدنوزین تریفوسفات متشکل از یون های فسفر اینچنینی هستند. یون هایی که در واقع واحد های بنیادی انرژی مولکول تریفوسفات یا همون ATP محسوب میشن. به هر حال فیشر میگه چرخش هسته فسفرها میتونه از تغییر فاز و ناهمدوسی محافظت بشه اگر یون های فسفات در ترکیب مولکول های بزرگتری با نام مولکول های پازنر باشن. مدارکی وجود داره که تایید میکنه چنین مولکول هایی در سلول های زنده وجود دارن و ممکنه که در عملکرد نورون ها هم تأثیر بذارن و به این شکل مکانیک کوانتوم ممکنه بتونه روی خودآگاهی ما تأثیر بذاره. البته چنین تأثیری هنوز اثبات نشده. نکته خوب تئوری فیشر اونجاست که این تئوری قابل تست کردنه. خود فیشر که سعیش اینه با سنتز و شکل دادن یه جور مغز کوانتومی تئوری خودش رو آزمایش کنه. اما به جز این دانشمندانی که تا حالا بهشون اشاره کردم، دانشمندان و محققین دیگه‌ای هم هستن که در تلاشن در مورد تئوری‌های کوانتومی خودآگاهی مختلف بررسی‌ها و تحقیقات بیشتری انجام بدن. ولی تا حالا هیچ کدوم از اون تئوری‌ها نتونستن با هیچ مدرک تجربی بین مکانیک کوانتوم و خودآگاهی ارتباط پیدا کنند. بنابراین فعلا ما با یه مشت بحث و جدل در این زمینه مواجهیم. و
مثلا یه سری از فیزیکدان ها میگن مکانیک کوانتوم بر هر چیزی که توی دنیای مقیاس بزرگ ما در جریان تأثیر داره. به عنوان مثال در پدیده فتوسنتز این تأثیرات کوانتومی هستن که باعث میشن گیاه نور خورشید رو به سوخت تبدیل کنه. یا به نظر میاد پرندگان مهاجر دارن از یه جور تأثیرات کوانتومی میدان مغناطیسی زمین برای مسیریابی بهره میبرند. اصلا چرا راه دور بریم؟ حس بویایی ما به واسطه یه سری تأثیرات کوانتومیه که میتونه کار کنه. بنابراین دور از ذهن نیست که بگیم مکانیک کوانتوم بر عمل کرده مغز ما آدم ها تأثیر داره. از اون طرف یه عده دیگه ای از دانشمندا میگن ببین حتی اگه ما بتونیم مدارکی مبنی بر تأثیرات مکانیک کوانتوم بر مغز پیدا کنیم بازم سوال اصلی باقی میمونه. چه سوالی؟ این که دقیقاً چجوری و با چه مکانیسمی مکانیک کوانتوم بر عمل کرده ما تأثیر میذاره و نتیجه اون ایجاد حس خودآگاهی و اراده آزاد در ما میشه. به عبارت دیگه چطور میشه با تایید تأثیر مکانیک کوانتوم بر عمل کرده مغز وجود اراده آزاد و قدرت انتخاب ما انسانها رو هم تایید کرد؟ شاید اگه ما میتونستیم مغز رو در کامپیوترها شبیه سازی کنیم و اون مغزهای شبیه سازی شده هم دارای خودآگاهی و به دنبال اون دارای اراده آزاد و حق انتخاب میشدند، میشد وجود اراده آزاد رو هم اثبات یا رد کرد. ولی با توجه به اون چه که در ویدیوی آپلود ذهن و زندگی ابدی مطرح شد، ما تا رسیدن به اون زمان فاصله خیلی زیادی داریم.